در سال 98 طبق آمار رسمی ما 26 میلیون نفر زیر خط فقر بودن و توی 1400 دیگه تا 30 میلیون نفر رو هم میگن، یعنی حدود 40 درصد. ولی چرا بعد از 40 سال 40 درصد اکثریت مردم زیر خط فقر هستند؟ سرمایه های مردم کجاست؟ نابرابری ما بسیار پایداره، به رغم اینکه دولت های متفاوتی اومدن خیلی تغییر نکرده. برای این سوال اینه که خب چرا نشده؟ چرا این همه منابع بوده؟ این گرانی های لحظه به لحظه، میدانم مشکلات چند ساله یک شبه حل نمیشه، یه قدری صبوری میخواهد. وضع دولت ما شرایطی را الان دارد که مردم اگر صبوری بکنن قدری قطعا. این هم جواب جلاد به دردهای مردم. امروز شرایطمون از همیشه این 40 ساله به حمدالله بهتر و برتره. آقای رئیسی، شما و تیم کاریتان مسئله محور وارد کارزار شوید، نه نمایشی و بی ثمر. و شما میدونید که این بازی خب درست نیست، تهش همه باختیم، چون میتونه کلا آشوب کشته بشه داستان. برای ما نیاز مبرممون جراحان یا سیاستمداران هستش که اول درک درست پیدا بکنن. برای خامنه ای تنها حفظ نظام ولایت مهم است، حالا قیمتش هر چی میخواهد باشد از جمله فقر و گرسنگی مردم. ولی پاسخ جوانان شورشی در کف خیابانها خواهد بود. آقای رئیسی رو آوردن روی کار، آقای رئیسی چه کاری میتونه انجام بده؟ خب این خودش یه آدم خائن، یه آدم قالتاق که اون کشتارهای 67 رو اداره کرد، حالا اومده شده رئیس جمهور این مملکت. اون خامنه ای دجال دزد خودش سردسته اینهاست. و تنها راه حل این مشکلم به نظر بنده اینه که به سلام مردم و این مجاهدین دست به دست هم بدن توسط کانونهای شورشی قهرمان تا به پیروزی نهایی برسیم.